سلام سلام سلام، سلامی به گرمای روح القدس، شالومی که از قلب پدر جاری میشه. خب آخرش دیدید به دست موسی و هارون. موسی و هارون هم سفران ما هستند، یا به نوعی ما هم سفران موسی و هارون هستیم. میدونید الان به هفته 23 و من به نوعی خودم را در این هفته ها در این دوران خاص بیابانی میبینم با قوم، مثل که با اونها بلند میشم، با اونها میخوابم، با اونها در اون چالش ها قرار میگیرم. ایمان، بی ایمانی، نیست، نمیشه، خدای کجایی، شکایت، ناله، دعا، شکرگزاری، شادی، دوباره شکایت. میخوام یک تیکه را یادآوری کنم و بدونید از نظر الهیات مسیحی که ما در چه دورانی هستیم. بله، دورانهای مختلف بوده، از دوران وجدان، دوران شریعت، دوران پادشاهان، بعد دوران سکوت بوده، حالا در دوران کلیسا هستیم. ولی یه چیزی، چرا مشابهت کلیسا با قوم خدا اینقدر نزدیکه؟ در واقع یک پدر در مجموع یک نقشه همیشه داشته، قوم خودش رو از اسارت آزاد کنه، از بندگی، و بر آنها و توسط آنها با اونها حکومت کنه. پادشاهی خدا. قوم در مصرن، در گناه، در اسارت، در بردگی، زیر استعمار و استثمار دولت مصر، فرعون و فرعونیان. قوم خدا، قومی که وعده داره که باید خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب آنها را به سرزمین موعود برسونه. شب خروج از مصر، شب پسح، همون بره قربانی و اون ریختن خون که مفصل صحبت کردیم، سمبل یادآوری صلیب عیسی مسیح. قوم اسرائیل در مصر، ما در مصر گناه، بدون خداوند در گناه مردیم. بدانیم، نمیدانستیم، بعدن فهمیدیم مسیح به جای ما مرد، آن بره خدا که گناه جهان را برمی‌دارد. بعد عبور از اونجا میرسن به دریای سرخ. دریای سرخ در امروز ما سمبل تعمید آبه، یعنی از گذشته خود، از مصر خود، از گناه خود، از اسارت خود، از عادت خود، از سیرت باطل پدران خود، با تعمید، با اعتراف ایمان دفن شده میمیریم و اون طرف بعد از تعمید تولد و قیام و زندگی تازه، چنان که برای قوم اسرائیل اتفاق افتاد. مصریان را دیگر ندیدند، از اون دریای سرخ عبور کردند و وارد بیابان شدند. برای ما ایمانداران این دورانی که هستیم، در این دوران بعد از ایمان و تا قبل از رفتن به آسمان، دوران تقویت ایمان، تجربیات ایمان، شناخت خداوند، رشد خداوند، شاهد خداوند، همکار خداوند و تمام آن دورانی است که او را میشناسیم، طبیعی ما هم میافتیم، بلند میشیم مثل قوم اسرائیل. ولی باید بدانیم فرقی که ما داریم، یهوه در روح القدس با ماست. گرچه اون زمان هم از دور بود، ابر و آتش بود، خیمه بود، میدونستن داره با موسی حرف میزنه، رهبری میکرد صبح شب، ولی الان این روح اومده در ما ساکن شده و با این کلام زنده. پس در این دوران بیابان اجازه بدید روح القدس عمل قوی دستش رو در ما انجام بده و ما شاهدان این دوران باشیم. قوم رسیدند، که هنوز ما نرسیدیم ولی اشاره میکنم، بعد از تجربیات و بعد از رفتن موسی به آسمان به رود اردن، و بعد از رود اردن وارد سرزمین موعود می شدند. رود اردن برای ما مرگ و بعد از اون حیات جاودان. فقط یه فرق زیبایی اینجا هست. قوم بعد از ورود به سرزمین کنعان که شیر و شهد جاری است و خیلی برکات، متاسفانه همینطور گناه کردند، سقوط کردند، دوباره به اسارت رفتند، حملات شد، تلخی ها شد، تا ولی فرق ما اینه، بعد از عبور از رود اردن، بعد از عبور از وادی سایه موت مرگ، تا ابد با خداوند خواهیم بود.
حیات جاودان خواهیم داشت. اون وعده خدا که قوم من با من تا ابد مرا خواهند پرستید در اون عملی خواهد شد. پس فرق بزرگی هست. ما خیلی 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 وضعیتمون بهتر و جلوتر از قوم اسرائیل، چون که اون تاریخ رو هم داریم. بنابراین با این تفکر هم سفران ادامه بدیم. و هفته قبل نگاهی کردیم به اون تلخی آب ماره، بعد دیدیم که 12 چشمه و 70 درخت خرما بود، بعد جنگ با عمالیق که شفاعت بود، آب از صخره که کار عیسی مسیح بود. و امروز میخوام با اشاره به یک به 10 فرمانی که در باب 20 خروج خداوند داده سفر خود را ادامه بدیم. پس من 10 فرمان را در باب 20 خروج نوشته شده از آیه 1 براتون میخونم. خیلی وقتها بعضیا میگن خب این 10 فرمان مال عهد عتیق مال موسی است. تمام اصول و جان کلام 10 فرمان حیات الهی است، قلب پدره و در عهد جدید برای ما لازم الاجراست. لازم الاجرا نه به عنوان یک شریعتی، بلکه این الان در قلب ما با روح القدس نوشته شده. میخوام فقط یادآوری کنم کتابی که در مورد برکت دادن بود، دادن و فیض دادن، از یک حکم شروع کرد که منفی بود، دزدی مکن، ولی تبدیل به دادن شد. الان زنا مکن تبدیل میشه به عاشق خداوند شدن، قتل مکن تبدیل میشه به آماده باش زندگی تو برای خداوند بدی. یعنی مکانهای عهد عتیق در عهد جدید تبدیل به حیات و قوت و اراده با روح القدس برای انجام نقشه خداست. تمام عوض تبدیل میشه به همسایت برس، کمک کن همسایت رو چون نفس خود محبت کن، همون حکم دومی که مسیح داد. و 4 حکم اول که در مورد یهوه خداست، مسیح در یک حکم اونا گفت. پس 10 فرمان حکم اول، من یهوه خدای تو هستم، خدایان دیگری غیر از من نباشد. من یهوه خدای تو هستم. 2، از بت پرستی اجتناب کن. تمثال مساس، چوبی، نمیدونم فلزی، طلا، آسمانها، زمین، ستاره، درخت، رود، هیچ کدوم، هیچ چیز انسانی، زمینی، مصنوعی، فیزیکی نساز، چون من خدای قادر مطلق، خدای تمامی خلقت در این چیزها اصلا نمی گنجم، قابل مقایسه نیست. 3، فرمان 3، نام خدای خود را به باطل و به ناشایستگی مبر. کش بعضی از این استفاده می کنند، از این که قسم و قسم دروغ مخور به اسم خدا، به خدا، به خدا، به خدا، به این، به اون. نه، اسم خدای خود را حرمت گذار، به باطل مبر، با احترام، با احترام. یهودیان یک اسمی از خدا داشتن که اعراب نداشت بالا پایینش، و سالی یه بار کاهن اعظم اونم در قدس الاقداس میتونست استفاده کنه. حالا یهوه بوده، چند تا حرفی که نمیتونستن ببینن یهوه است، ولی به باطل نمی بردن، می ترسیدن اون اسم رو به کار ببرند. 4، روز شبات را به یاد داشته باش و آن را مقدس بشمار. گفتم حکم خدا، 6 روز کار کن، تلاش کن، زحمت بکش، انجام بده، سر کار باش، زمین، مزرعه، گله، خانواده، اداره، شرکت، هر جایی که هستی. ولی یک روزش مال منه، برای من فکر کن، به من فکر کن، عبادت کن، با خانواده باش، در حضور من، با روح من، با کلام من، با این حیات من استراحت کن. استراحت روحانی، شبت، آرامی خداوند. 5، جالبه، حکمی است که وعده توش است، پدر مادر خود را احترام کن تا بر زمین عمر و عافیت و سلامتی دراز داشته باشی. چقدر قشنگه، پدر و مادر خود را احترام کن. من دوست دارم اینطور بگم، بارها عرض کردم، 4 فرمان اول روی یه لوح بود، چون 2 لوح موسی آورد پایین، روی یه لوح بود و این نشانه قسمت عمودی صلیب، رابطه انسان با خدا. این 4 تا با خدا در ارتباطه. یهوه بت پرستی نکن، به باطل نبر، شبت، استراحت خداوند. این ستونه، این اصله،
بنیاد اینه. و بعد شش حکم بعدی این قسمت افقی، یعنی آنچه که در حکم دوم مسیح میگه همسایتو چون نفس خود محبت کن، و میبینیم از آیه از حکم پنجم به بعد پدر مادر خود رو احترام کن، ششم قتل مکن، هفتم زنا مکن، هشتم دزدی مکن، نهم بر همنای خود شهادت دروغ مده، مفصل داستانش هست و خروج، و دهم به خانه، به زن، به غلام، کنیز، گاو، الاغ، هیچ چیز دیگر همسایه خود طمع مورز. به کل طمع مورز. این ده فرمان قلب پدره. برای بعضیاتون که شنیدید قبلا نصب کردم، میخوام این تیکه رو بگم برای یادآوری. این تصویر خیلی قشنگیست از اهمیت ده فرمان. تجسم کنید یک میدانی دایره مانند، وسط این میدان یک تختی است، تخت سلطنت خداوند. جلوی اون گیریم این تختم میچرخه و یک صندلی هست، بر اون صندلی من تو ما نشستیم رو به خدا. اون دایره با ده فرمان احاطه شده، یعنی ما در وسط این ده فرمان الهی در حریم امن الهی رو به خدا در پرستش، در شکرگزاری، در ستایش او داریم لذت میبریم. این همون آیات 1 و 2 مزمور 91، ستر حضرت اعلی، مخفیگاه، دژ محکم، اونجا را من اسمشو میذارم حریم امن الهی، چون در حضور او هستیم، روی او بر ماست، رو به رو با او هستیم، و ده فرمان ما را حفاظت میکنه چون اطاعت میکنیم. گناه یعنی اینکه ما به خدا پشت میکنیم، از یکی از این احکام هر کدوم را شکسته از اون دایره و حریم امن الهی بیرون میاییم. میدونی چه اتفاق میفته؟ شیطان میزنه هر نوع اتفاقی. اصطلاح بسیار بدی داریم، میگیم خدا بد نده. فراموش نکنید خدا هیچ وقت چیز بدی نمیده و نداره که بده. خدا نزنه، خدا نمیزنه. شما وقتی از این گنبد، از اون حریم امن الهی، از اون دایره بیرون میایید، تیرهای شریر اونجا به شما بر میخورد، چون از حریم امن الهی بیرون اومدید. قوم خدا، امروز هر ایمانداری باید در اون امنیت الهی باشه، در قلب شکسته با توبه، در حضور خدا، در حضور اون زنده بودن با خدا بند. حالا که کسی بیرون رفته، ضربه خورده، شکست خورده، مریض شده، هرچی، یک راه بیشتر نداره، 180 درجه برگرده رو به خدا، توبه کنه با دل شکسته و با اعتراف اون گناهی که کرده، و وارد این حریم امن الهی بشه. از هر جایی که گناه کرده بیرون رفته، با اعتراف و توبه برگرده رو به خدا، چون وقتی گناه میکنیم و میریم بیرون به خدا پشت میکنیم، از او رو بر میگردانیم، از حریم امن الهی بیرون میریم و به سرزمین دشمن پا میذاریم و او ما را میزند. امنیت اونجا نیست، چون خدا گفته در زیر سایه من امنیت هست، در اطاعت از کلام من امنیت هست. این فرمول جاودانی را به یاد داشته باشید، در حریم امن الهی. خب از ده فرمان بگذریم و بعد در ادامه چند آیه تا باب 32، چند باب خروج، که قوانین کاهنان، قربانی ها، مسئولیت اجتماعی، مجازات مجرمان، عدالت و رحمت، همه اینها بوده که دیگه خودتون بریم بخونید لذت ببرید. اما میرسیم به باب 32 کتاب خروج. موسی بالای کوه 40 روز نه خورده و نه آشامیده. تصور میتونید بکنید 40 روز؟ میگن آب نمیدارم 3 روز، 4 روز، 5 روز بدون، با آب بعضی ها تا 60-62 روزم زندگی کردن و بعد مردن، ولی بدون آب
نمیدونم شاید هفته هم نشه دوام آورد. پس چطور شد موسی 40 شبانه روز نخورد و نه آشامید؟ میدونین چرا؟ چون در حضور منبع حیات بود. حیات، پدر آسمانی، یهوه، اونجا حیات بود، مرگ معنی نداشت. از او حیات میگیره چون به روح زنده بود. حالا بعدا میرسیم این آیه رو که الان میگم در تثنیه، میگه انسان نه محض نان زیست میکند بلکه به هر کلمه‌ای که از دهان خدا صادر میشه. حیات از خداست. برای همین مسیح گفت در باب 6 انجیل یوحنا، پدران شما منو خوردن مردند، من نان حیات هستم، هر که منو بخورد تا به ابد زنده بماند. موسی در حضور خدای حیات بخش بود و صورتش هم میدرخشید. حالا 40 روز گذشته، قوم بعد از معجزات، دریا، 10 معجزه اونجا، ماره، صخره، بلدرچین، هر روز منا، 12 چشمه، 70 درخت نخل، 10 فرمان، از آسمان خدا حرف میزنه، باب 20 خروج. بعد از همه اینها، چون قوم دیدن فرود آمدن موسی از کوه به درازا کشید، گرد هارون جمع شد و گفتند بیایید برای ما خدا یا خدایان بسازیم تا پیشی روی ما بروند، زیرا نمیدانیم بر سر این مرد موسی که ما را از سرزمین مصر بیرون آورده چه آمده است. میتونید باور کنید؟ میتونید تصور کنید؟ شاید همین الان منم مثل شما داریم اونا رو قضاوت میکنیم، عجب بی ایمانند. و بعد هارون تو که همه معجزات دیدی، بالای کوه نشستین، خوردین، لذت بردین، همین رو دیدی، تو چطور راضی شدی بگی باشه بیایید یه گوسالهی بسازیم، تو آتیش انداختم همینطوری خودش گوساله شد؟ عجب دروغی. این یعنی چی؟ این یعنی عدم شناخت عمیق خدا. این یعنی اینکه از دور یه کسی بود، الان هم هیچ خبری نیست، نبیش هم نیست، پس خدا نیست. صدای خدا که موسی بود نیست. خب تو این بیابان کی ما را رهبری میکنه؟ اصلا نمیدونیم کجا باید بریم، چیکار کنیم؟ برگردیم به مصر، برگردیم به گناه، برگردیم به عادتها، برگردیم به بندگی، برگردیم به اسارت. مرد خدای جمله قشنگی گفته، میگه قوم در عرض یک شبانه روز فیزیکی، به طور فیزیکی از مصر بیرون اومدند، ولی تا 40 سال تفکر، اسارت و عادت مصر از وجودشون بیرون نیومد. یه بار دیگه بگم، قوم در یک شبانه روز از نظر جغرافیایی و فیزیکی از سرزمین مصر بعد از عبور از دریای سرخ بیرون اومدند، ولی تفکر، اسارت، گناه، عادت، وابستگی به مصر، فرهنگ مصر، فرهنگ بردگی، فرهنگ گناه در درونشون تا 40 سال بود. برای همین خدا 40 سال اونها را گردوند تا اونایی که مصری و مصریانی و تفکر مصری داشتند در بیابان بمیرند تا نسل تازه وارد سرزمین موعود بشند. امیدوارم این چیزها برای ما امروز پیغام باشه. عادت ما، وابستگی ما کجاست؟ فرهنگی که بر ما غالبه چه فرهنگیه؟ فرهنگ خانواده هامون؟ فرهنگ ملیمون؟ فرهنگ مذهبی گذشته؟ فقط اسامی عوض شده؟ دل ما هنوز اونجاست؟ ترس ها، نگرانی ها، شاید لذت ها، شاید عادت ها؟ دعای من این است که اگر توبه عمیق کردیم، تولد تازه پیدا کردیم، با او زندگی میکنیم، اجازه ندیم عادتهای مصری گناه ما را دوباره برگردانند و آلوده بکنند، چون ما از دریای سرخ عبور کردیم. حیات تازه در ما هست و این جنگیست جدی. پس گوساله طلایی ساختند، با طلاها، با گوشواره ها،
هرچی داشتن آوردند و گفتن ای اسرائیل. من باور کنید هر بار میخونم عصبانی میشم، در عصبانیت گریم هم میگیره. ای اسرائیل، اینها هستند خدای تو یا خدایان تو که تو را از سرزمین مصر بیرون آوردند. میتونید باور کنید؟ و حالا ببینید خدا داره میبینه. موسی که نمیفهمید چه خبره، چون در پرستش بود، ولی خدا که میدید. چه توهینیه به خدا! بعد از اون همه معجزه، اون همه بت گناه، بت‌های مصریان را همه رو آبروشون رو برد که به خدای حقیقی یهوه است، فقط هستم آن که هستم، و حالا یه گوساله درست کردن. میگن ای اسرائیل، این خدای توست که تو را از سرزمین مصر بیرون آورد. واو. پس قوم آیه 6 برخواستند، قربانی گذروندند، به خوردن و نوشیدن و لهو و لعب به پا خواستند. لذت، کامجویی، شهوت، مستی، بیبندوباری. و میدونید در بسیاری از مذاهب شیطانی غیر کتاب مقدسی مسیحی، به صراحت میگم، در بسیاری از مذاهب دروغین شیطانی ضد کتاب مقدسی و ضد مسیح و فقط بجز در مسیح، اکثر مراسم مذهبی و بت پرستی با زناست، چون بنیادش روی زنای روحانیه، یعنی بت. وقتی زنای روحانی یعنی بت پرستی انجام میشه، یعنی تو نسبت به خدایی که خدای توست زنا میکنی و میگی خدا نیست، این بت من خداست، به این میگن زنای روحانی. ادامه زنای روحانی 100% اون روحی که اونجا هست زنای جسمانی است. برای همینه در بسیاری از این معابد همیشه کاهنان، چه مرد چه زن، بودند برای اعمال مراسم شنیع زنای مذهب. تعجب نکنید، در شهر قرنتوس اینجور بود، در بسیاری شهرها، در بسیاری از مکاتب، در بسیاری از مذاهب الان همچنین هست. تعصب رو کنار بذاریم، چشمامون باز میشه وقتی جایی که شیطان هست و بت هست خدای حقیقی نیست، این زنا 100% حاکمه، جزء مراسم میشه و اینها این چنین عمل کردند، چون که یهوه اونجا نبود. گوساله طلایی، بوز طلایی، گوساله طلایی بود. نمیتونم، رحمت خدا چقدره، چقدرم وقت سری میگذره. خداوند به موسی گفت ببین حالا بالای کو بیدرنگ فرودارم زیرا قوم تو که از سرزمین مصر به در آوردی. خدا هم باحاله الان میزه گردن موسی، قوم تو که از سرزمین مصر بیرون آوردی فساد کردند. آنها به همین زودی از راهی که بدیشان امر فرمودم انحراف ورزیده، برای خود گوساله ریخته شده ساختند و در برابر آن سجده کرده و قربانی نموده، گفتند ای اسرائیل، اینها هستند خدایانی که تو را از سرزمین مصر بیرون آوردند. پس خداوند به موسی گفت من این قوم را دیدم که همانا قومی گردن کشند، اکنون مرا واگذار تا خشمم بر آنها شعله ور شده ایشان را بسوزانم، آنگاه از تو قومی از این به وجود خواهم آورد. میخوام یه لحظه فکر کنید، اگر ما جای موسی بودیم نمیگفتیم راست میگی، حق داری خدا، بزن بکش این قوم بت پرست قسی القلب گردنکش فتنه انگیز ناموتی بیمان سنگدل، از من قوم بساز، از تو قومی از این به وجود میارم. بله من موسی. اما ببینید موسی چی میگه. ای خداوند، میخوام این دل شفیع رو خدا به ما بده. اما موسی دست التماس به سوی یهوه خدای خود دراز کرده، گفت ای خداوند، چرا باید خشم تو بر قومت که با قدرتی عظیم و دستی توانمند از سرزمین مصر به در آوردی شعله ور گردد؟ چرا مصریان گویند
ایشان را به قصد بد بیرون برد تا آنها را در کوها بکشد و از روی زمین محو سازد. عجب استدلالی. به این میگن شفاعت، به این میگن دل شفیع. خدایا مردم چی میگن؟ مصریان چی میگن؟ تو با معجزه بیرون آورد اینا رو. بله خراب کردند، فرصت بده، شفاعت میکنم، التماس میکنم، دست التماس به سوی خدا دراز میکنه. پس از خشم شدید خود بازگرد و منصرف شده بر قوم خویش، بلای نازل منم، خادمانت ابراهیم و اسحاق و اسرائیل را به یاد آور که گفتی نسل شما را همچون ستارگان آسمان بیشمار می سازم و تمامی این سرزمین را که درباره آن سخن گفتم به نسل شما خواهم بخشید تا میراث همیشگی ایشان باشد. وعده ها را به یاد خدا میاره. خدایا تو خدا هستی، حرف زدی، قول دادی. ابراهیم، اسحاق، یعقوب، یوسف با این وعده استخوان‌هاش گفت نبوت کرد ببرند. ما این وعده ما اومدیم بیرون. تو گفتی قوم من بیرون من عبادت کنن به سرزمینی که شیر و عسل جاریست ببرم. نمیشه خدایا. چقدر باحال این خدای ما. و چقدر جرأت و جسارت و قدرت شفاعت میخواد که موسی استاد. پس خداوند گفت از بلایی که گفته بود بر سر قوم خویش خواهد آورد منصرف شد. من اینجا با یک داستانی واقعی از یک مرد خدایی که اینا اینچنین تعریف میکرد بخوام ادامه بدم و در واقع شد تموم بکنم. مردمون اندرو، بنیانگذار سازمان بسیار بزرگ Open Doors، درهای باز، که سالهای سال در دوران دیوار آهنین کمونیست ایشون با یک فولکس واگن که نمونه شونا که ساختن با اوپن دورز به عنوان سمبول، من یکی از اونا رو دارم الان بهتون نشون میدم. یک چنین فولکس واگنی داشته برادر اندرو، از این فولکس واگن های قدیمی، و سالهای سال پر کردن کتاب مقدس، انجیل و کتاب مقدس را به کشورهای کمونیست اتحاد جماهیر شوروی قبل از فروپاشی می برده. سالهای سال. اگه دوست دارید برید کتاب پشت پرده آهنین را پیدا کنید بخونید. پشت پرده آهنین. حتما پی دی افش هست. خلاصه بگم. ایشون ما را به یک کنفرانسی دعوت کرده بود و در این کنفرانس وقتی درس می داد حدود فکر کنم اگه اشتباه نکنم بیش از 29-30 سال پیش، و ایشان این داستان رو اینطور میگفت: خدا عصبانیه، این قیافه من رو نگاه کنید، این سگرمه هاش تو هم اخمو، و موسی نشسته در حضور خدا و با این شهادت و این شفاعت این سگرمه ها رو باز میکنه. میگه خدایا نه، عصبانی نشو، این قوم تو هستند، تو قول دار. شفاعت میکنه و آخرش خدا میگه باشه، این قوم رو محو نمیکنم. و موسی برمیگرده. جالب، یوشع در آیه آخر 17 میگه آواز جنگ از اردوگاه به گوش میرسد. موسی میگه نه، این نه آواز پیروزی است نه آواز شکست، بلکه آواز سرایندگان است. بگه بوش من میرسد. چون موسی به اردوگاه نزدیک میشه، گوساله و رقص مردم را دید، خشمش شعله ور گشت، لوها را به زیر افکنده شکست، گوساله را گرفت و در آتش سوزانید، آب را خرد کرده و برای پاشید و بنفسه نوشانید و گفت گناه عظیمی انجام دادید. هارون میگه اینا گرایش دارند، بگذاریم. و در آخر میخوام اینطور تمام کنم، آیه 30 باب 32 کتاب خروج: شما مرتکب گناهی عظیم شدید، اما اکنون من نزد خدا برمیایم، شاید بتوانم گناهانتان را کفاره کنم. اینجا یک کلمه شاید هست و یادمه
شاید چون در عهد عتیق هنوز کفاره مسیح نبود، پس شاید بود. الان در عهد جدید دیگه شاید نیست، هر که ایمان آورد نجات پیدا میکنه، چون بره قربانی روی صلیب ذبح شده است. و ادامه داستان، موسی میگه ممکن باشد گناه ایشان را ببخشا، وگرنه مرا از دفتری که نگاشته مفسوس. خداوند در جواب موسی گفت هر کی را که به من گناه ورزیده است از دست دفتر خود محو خواهم کرد. حالا برو و قوم را به مکانی که گفتم هدایت کن، فرشته من پیش روی تو خواهد رفت. اما زمانی که برای معجزاتشون بیایم ایشان را به سبب گناهانشون جزا خواهم داد. خدای زنده، خدای نیکو، خدای حیات، خدای محبت، خدای فراوانی، و با فریاد پسرش بر صلیب ثابت کرد دوباره من و تو رو دوست داره. میخوام واقعا بپذیریم این هفته که پیش روز کریسمس، تولد مسیحه، بعضی همین امروز جشن میگیرد، هر روز جشنه، هر روز تولد مسیحه، ولی این یاداوری ما را تقویت کند، این یاداوری به ما قوت و ایمان ببخشد که میدونیم داریم کجا میریم، چون خدای ما زنده است. این روزها را به این امور تفکر کنیم. هم سفر، اگر سوار قطار ایمان به آسمان هستی، اگر با ایمان به این وقایع نگاه میکنی، فراموش نکن خدای تو در تنگی هم کنار توست. خداست با روش خودش، با محبت، با بخشش، با شفاعت، با رحمت دائما، ولی برای مطیعانش، مشتاقانش، دوستدارانش، توبه کنندگانش، جویندگانش، تشنگانش عمل میکنه. این فرق اساسی هست. پس دعا کنیم و سفرمون رو با هم ادامه بدیم. پدر تو را شکر میکنم با تمام وجودم بر این کلام جاودانه قدرتمند تو که مثل شمشیری است که تو عمق وجود ما نفوذ میکنه، ذهن ما را باز میکنه، تقویت میکنه، بدی را از نیکویی جدا میکنه، تلخی را از شیرینی، حیات را به ما میده، قوت میده، امید، انگیزه، تسلی، فیض، و به یاد ما میاره که تو خدا هستی، بر سر وعدهات هستی. دعا میکنم برای خودم، خانوادم، کلیسایت، عزیزانم، همسفرانم، بینندگان امروز و فردا و آینده، در این مسیر دست در دست هم به مس و قوت روح القدس، مسیر رو که برای ما تعیین کردی، با اطاعت، با شادی، با شادی، با شادی، با سرود و پیروزی ادامه بدیم تا روزی که تو ما رو به آسمان بخوانی، چشمان ما به چشمان تو بیفتد و تو بگی به خانه خوش آمدید. ممنونم خداوند. و حال محبت خدای پدر، فیض خداوند ما عیسی مسیح و مشارکت ملموس و شیرین و رفاقت حقیقی روح القدس با همه ما باشد و بماند تا ابدالآباد.